بازی خوبی بوده تا اینجا. پیشتازان گلزار جاغوری در نیمه دوم کار بیشتری دارن نسبت به رسانه مردم. در بخش‌های مختلفی فعالیت میکنن، در بخش بنیاد خیریه، در بخش فرهنگی، در بخش آموزشی، و ما افتخاری را داریم که این مسابقه برای اولین بار به صورت اختصاصی از طریق رسانه مردم برای شما نشر و تهیه میکنیم. تو در اختیار مصطفی قرار میگیره، همچنان خود مصطفی، ایزان بس مصطفی و گل. داور میگه گل شده و حالا حساب کار 7-2 میشه. هر دو گل تیم پیشتازان گلزار جاغوری را مصطفی فرصت هست. مصطفی و گل، گل سوم. مصطفی موفق میشه که گل سوم تیمش را هم به ثمر برسونه. همکاری عالی از بازیکنان شهدای ادغول. میتونه خطا باشه اما داور چیزی اعلام نمیکنه. بله، با تاخیر خطا گرفته میشه از طرف آقای عصمت الله شفایی، داور اول این مسابقه. بله، تایم اوت درخواست داده آقای قاسمی. هر تیم حق داره و میتونه که یک تایم اوت در هر نیمه به مدت 1 دقیقه درخواست بده. فرصت تک به تک با دروازه‌بان و گل. باسن طاهری موفق میشه، پای شک میگیره، ضربه حسن غلامی مستقیم برخورد میکنه با محمد آقا. مصطفی، خود مصطفی، باسن نعمتی ابراهیمی با شوت بزنه و گل. عجب پاسی و عجب تمام کنندگی از طرف تیمش رو اصلا مرسنده. 4 گل در 1 مسابقه توسط 1 بازیکن. خطا. ببینیم که تصمیم داور چیست. برخورد دروازه‌بان حسین همراه با بسم الله حسینی. خطا بسود بازیکنان شهدای هدقل هست. خطایی که روی حسینی انجام شد. بازم حسن غلامی، این بار بازیکنان همتیمیش از او درخواست میکنن که شوت مستقیم نزنه و پاس بده. و دو گزینه اینجا وجود دارد، طاهری و چی حد. یک ترشه دیگه و گل، و باز هم طاهری موفق میشه حساب کنه 9-4 بکنه. حسن غلامی، طاهری، خود حسین وارد زمین مسابقه میشه. همچنان حسین تو بکنه آیتن و پایه بازیکنان پیشتاز برخورد میکنه. این ضربه و گل. عجب ریسکی میکنه پیشتازان گلزار جاغوری و اعتراض مربی پیشتازان. جشنواره ورزشی جاغوری 1401 هست. این رقابت ها دست کم تا 20 روز دیگر هم ادامه خواهد داشت در رشته های مختلف ورزشی. فرصت و گل به خودی. مصطفی حالا در کنار گل هایی که وارد دروازه تیم شهدای ادغول کرده، حالا یک گل هم به تیم خودش میزنه. گل نهم را روی اشتباه دروازه‌بان حسین خوردن. مصطفی و گل. مصطفی حساب کار رقابت ها با حمایت مالی رسانه مردم و همکاری کلاب ستاره برگزار شده برای اولین بار. زبان هم در روزبان بدی نیست. فرصت مصطفی و گل. 10-6 حساب کار حالا 10-6 میشه. اینجا مسابقه با نتیجه 10-6 بسوده شهدای ادغول و پایان میرسه. با بیسر آقای عصمت الله شفایی بازی بسیار خوبی رو تماشا کردیم. We'll be right back.
بنام خدا، اینجا در کنار من متین احمدی هست، یکی از بهترین بازیکنانی که لحظات پیش امرو با تیم پیشتازان گلزار جاغوری بازی کرد، از اعضای تیم شهدای هدقل هست متین احمدی که اولین گل مسابقه هم اتفاقا توسط بازیکن زده شد. میخوایم کمی در مورد مسابقه همراه با آقای احمدی صحبت بکنیم. آقای احمدی، میشه بگوین که دلیل پیروزی شما در این مسابقه کیفیت خوب شماست یا به هر حال ضعیفی حریف؟ به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز و تمام بیننده های عزیز، ان شاء الله جور صحتمند باشید. دلیل پیروزی ما همین خوب بازی کردن تیم ماست، یعنی حریف ایت نیست که حریف ما ضعیف بوده باشه ما بازی رو برده باشیم، حریف ما هم قوی بود. به نظر میرسه که شما امروز خیلی هماهنگ بودین، پاسای بسیار درستی به هم میدادین و بسیار تهاجمی بازی رو آغاز کردین. آره، تیم شهدا هدقل در تمام جاغوری نامش چی هست؟ مطرح هست، خیلی خوب بازیگرا داریم ما. همین بازیکنایی که فعلا در تیم شهدای هدقل هستن، چند سال میشه که شما با هم بازی میکنین؟ زمان کمی میشه؟ کدام بازیکنها جدید هستن؟ به نظر میرسه که چند سال میشه که شما با هم هستین، چون بسیار هماهنگ بازی میکدین. فکر کنم شاید بعضی از بازیکنها هست خیلی سال ها میشه، 7 سال 8 سال میشه که بازی میکنن. بازیکنهای نو هم جدید هم داریم که نو آمدن در تیم، در ترکیب دوم خودتان دیدیم که اونا کلن بازیگرهای نو بودن، ترکیب اول کسته بازیگرهای سابق هستن. همین 5-6 نفر که بودیم، شاید ما حدود 6 یا 7 سال میشه که در تیم شهدای هدقل بازی برای از این مسابقات شما چه آمادگی گرفتین؟ چقدر تمرین کردین؟ اینجا تمرین کردین؟ در هدقل تمرین کردین؟ در کابل یا کدام جای دیگر؟ خیلی تمرینات بسیار زیادی داشتین ظاهرا. آره، ما تمرین داشتیم در هدقل، در سالن ورزشی همدم همیشه وقت با هم تمرین میکنیم، برای جام آمادگی کامل گرفتیم، انشاءالله که درست. به نظر شما امسال شما تا کدام مرحله را میتونین پیش برین؟ آیا قهرمان میشین نمیشین؟ با نظر به تیمایی که شاید بشناسین بعضی از تیما را، مثلا تیم نوین مرکز در مسابقه اول خودش بسیار خوب بازی کرد و موفق شد استقلال مرکزش کسب بده. حالا به نظر شما موفق خواهد شدین امسال به قهرمانی برسین؟ ما گفتن میتونم، ولی بله، ما سر تیم خود کاملا اعتماد داریم. تیم شهدای هدقل شاید در حدود 3 سال میشه که پشت سر هم مقام اول گرفته در سطح جاغوری و این بار هم انشاءالله که یک از پایه های فاینال ما هستیم. درست. تشکر میکنم از آقای احمدی، صحبت های بسیار خوبی داشت در مورد وضعیت تیم، در موردی که چقدر اینا با هم هماهنگ هستن و چقدر خوب با هم بازی کردن. اینجا در کنار من آقای مصطفی قاسمی هست، مربی تیم شهدای هدقل که لحظات پیش این تیم موفق شد با یک نتیجه بسیار خوب تیم پیشتازان گلزار جاغوری را شکست بده. در ابتدا میخواییم خیلی کوتاه نظر آقای قاسمی را در مورد این مسابقه داشته باشیم. به نام یاد خدا، سلام به شما و بیننده های شما. مصطفی قاسمی هستم، سرپرست شهدای هدقل. چطور بود مسابقه؟ راضی بودین از عملکرد بازیکنانتان یا نه؟ بله، چون هنوز ابتدای بازی او رقم که مثلا سالون ها مثلا متفاوته، هر کس در خانه مثلا بازی نه، در سالون نیست، خود باز یک ذره اینجا که من باز کم ناشنایی دره و بازی بخشیز ما نتیجهش قابل. یه اولین بازی شما بود که در این سالون انجام میدادید در گذشته؟ نه خیر، در گذشته ها انجام داده بودم. خب باز بچه ها نو میشه، بازی هاش میره، بازی هاش نو میاد، در چی او قدر که مثلا هماهنگ که در دیگه مثلا در خانه خود خب بازی نه، او قدر هماهنگ نبودن. باز هم از نتیجه بازی است. در ابتدا تیم شهدای هدقل بسیار تهاجمی بازی کرد، در همون ابتدا یک دقیقه یا 2 دقیقه اول موفق شد گل بزنه. این برنامه پیش از قبل توسط شما چیده شده بود کمی تو در ابتدا بسیار تهاجمی بازی کنین یا چی رقم؟ بله، او یک چیز معلوم دار است که مثلا در اول باید چی رقم بازی کنید، بعد از او بازی رو کم کم آیسته که نه بچه ها زیاد خستش نشاید، بازی ها خیلی نزدیک باشه، باز بچه ها زیاد خسته نشن، از خاطر ترکیب رو زود تغییر میدن. در نیمه اول بود یا دوم شما درخواست یک تایم اوت دادین، میشه بگین که چه صحبتی داشتین، چه نکته ای رو به بازیکنان خودتان یادآوری کردین که اون نکته رو باید اونا رفع میکردن؟ و همین رقم بود که مثلا من ترکیب اصلی تیم بیرون کشیدم، تیمی ترکیب دوم رو وارد بازی کردم که مثلا یا زیاد خسته نشن که بازی همین تا متعادل باشه، که زیاد نه بازی مثلا یک طرفه باشه نه چی، نه بازی کنایم خستش نه. امسال انتظار دارین که تیم شما تا کدام مرحله رو پیش بره؟ در مرحله نیمه نهایی بره، یک چهارم نهایی بره، یا حتی قهرمان شوه؟ این انتظار از بازیکنای شما میره؟ بله بله، دقیقا. چرا نه؟ ما با بازیکنای خود ما شما را
اطمینان خاطر میدیم که امشا امسال ان شاء الله باز جام شهدای فوتبال است. تشکر. سلامت باشید. خوش آمدید در کنار ما آقای دکتر عزیز الله رحیمی، مربی، بنیانگذار و به هر حال مسئول تیم پیشتازان گلزار جاغوری هستیم که واقعا خوب بازی کرد، اما به هر حال بدشانسی‌هایی آورد که موفق نشد نتیجه را نزدیک بکنه. البته نتیجه هم خیلی تفاوت زیادی در گل‌ها نداشت. می‌خوایم در مورد این مسابقه نظر آقای رحیمی را خیلی سریع داشته باشیم. سلام علیکم. تشکر. دکتر عزیزالله رحیمی هستم، رئیس و بنیانگذار تیم پیشتازان گلزار جاغوری. درست. امروز یک بازی از مرحله گروهی با تیم شهدای اتقال داشتیم. تیم شهدای اتقال هم واقعا تیم خوبی است که چندین هفت یا هشت قهرمانی در لیگ جاغوری را به کارنامه خود داره. به این لحاظ که تیم ما در تورنمنت‌های قبلی نایب قهرمان و سوم شدیم. متاسفانه بعضی بازیکنان هست که به خاطر از مهاجرت رفتن، بازیکنان نتش، بازیکنان نوسمر بود، کم تجربه بود، ما هم خوب بازی کردیم. درست. با تفاوتی 11 و 6 بازی را به تیم شهدای اتقال واگذار کردیم. تیم شما در کل تیم خوبی بود، اما به گفته شما بازیکنان اصلی تو نبود در دوره از رقابت ها؟ بله. تقریبا گفته میتونم که تیم اصلی ستاره های پیشتازان گلزار جاغوری که تقریبا 3 سال شده تاسیس شده، متاسفانه در دیار مهاجرت هم فعلا حضور نداره. به اول هاست که بچه‌ای که نوسمر ما حساب ما یار تربیت دوم، یک از نظر تجربه با کمک. از نتیجه بازی راضی هستین امروز؟ بله، دقیقاً بازی هستم. اینجا در کنار من کاپیتان تیم پیشتازان گلزار جاغوری و یکی از بازیکنان خوب این تیم حضور داره. نعمت‌الله ابراهیمی کاپیتان تیم پیشتازان گلزار جاغوری هست که بازی بسیار خوبی را از این بازیکن تماشا کردیم و در این سمت هم آقای صفقت الله نظری، یکی از بازیکن‌های خوب دیگر تیم پیشتازان گلزار جاغوری در کنار ما هستن. ابتدا می‌خوایم از کاپیتان تیم بپرسیم که چه اتفاقی در این مسابقه افتاد. سلام بر شما و بیننده‌های عزیز شما. خب همینطور که همه ما مشاهده کردیم، بازی یک بازی بسیار جذاب بود. خلاصه از تیم شهدا و ای امید ما رفت که بهترین بازی را کنه، چون که قبلا هم بازی های ما همراه اینا بازی کردیم، بازیش بسیار عالی است. تیم پیشتازان گلزار که مؤسسشان دکتر عزیزالله رحیمی است، بسیار سری بچه ها تلاش میده و کوشش میده تا بچه ها را به یک مرحله برسونه. قبلا هم که بود اعضای تیم پیشتازان گلزار هم بود که اونا فعلا. پس شما این انتظار داشتین که تو بازی سختی خواهد بود، بازی آسانی نیست. از بازی که امروز انجام دادین با بازیکن‌ها هم تیمیتون راضی هستین؟ 100% راضی هستیم دیگه، امیدوار هستیم بازم تلاش می‌نیم که خود بهتر از اینیم، چون که همه بازیکن‌های ما نوسمر هستن. انشالله کوشش می‌کنیم که به بهترین سطح خودمون خوره برسانیم. درسته. صحبتی که با آقای ابراهیمی داشتیم در مورد تیم بود. حالا می‌خوایم از آقای نظری سوالاتی بپرسیم در مورد این مسابقه. آقای نظری، شما در طول مسابقه بیشتر بازیکن‌های تیم شما توپ بیشتر به مصطفی می‌رساندین. دلیل از اینکه بیشتر توپا به مصطفی می‌رسید و او هم گل می‌زد چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تر از همه سلام بر شما و بیننده های عزیز. ما امی بود که او مهاجم تمام کننده از ما هم بود و ما امی پلان را پیش از بازی داشتیم که و طور به او برسانیم و او تمام کننده عالی است و حریف ما امی بود که شهدای اتقال بود که همه بیننده ها خبر داره که یک از تیم های قدرتمندی در سطح جاغوری است. ما خبر داشتیم که حریف سختی است و انشالله در بازی های بعدی آینده. درسته. پس دلیل پیروزی تیم حریف تجربه بیشتری بازیکن‌ها بوده، کیفیت بیشتر از بازیکن‌ها بوده، اما شما هم از خودتان انتظار دارین که به هر حال بتونین تیم های دیگر رو شکست بدین در آینده؟ بدون شک. برای بیننده ها و طرفداران تیم پیشتازان قول میده که انشالله در بازی های بعدی پیروز از آن ماست. خب انشاءالله که هر دو تیم موفق باشن در بازی های بعدیشان. امیدوار هستیم که بازی ها هر چقدر که پیش میره جذابتر و پرهیجانتر باشه.